چرا شبانه قاتل دو تن شد و طفلی به دنیا آورد که پدرش را نمیشناخت؟ داستانی از نوشته های فرشته غنی. سلام های مرا هم پذیرا باشین. آرزوی صحتمندی و تندرستی تان را دارم. سپاسمند استم از حمایتتان، از پیام های نیک و صمیمانه تان که همواره کنار ما هستین و از چینل خودتان حمایت میکنین. اگر دوستانی دارین میتونین از طریق ایمیل آدرس afghanistanjournal@gmail.com و یا هم فیسبوک افغانستان جورنال برای ما بفرستین. قبل از آغاز داستان چینل خودتان را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بدین. این هم آغاز داستان. به مثل ما ده ها زن دیجه زندانی شده. هر کدامشان مجرم هستند، ولی قسمت زیاد از این مجرمین کسایی تشکیل میتن که اونا مجبور به ارتکاب جرم شدن. در ذات زن هیچ وقت خشونت وجود نداره، ولی بعضا ما را مجبور می سازن دست به خشونت ها بزنیم. ما کسایی را که از بین بردیم به اندازه مرا رنج دادن، به اندازه که مورد خشونتشان قرار گرفتم حد نداره، که حتی بعد از کشتنشان هم نفس راحت نکشیدم، اصلا عذاب وجدان نداشتم. همیشه با خودم میگم که چرا وقت‌تر نتونستم اونا را از بین ببرم. در داستان ما اولین ظلمی که بر من روا داشته شد او کی بود؟ پدرم بود. او خائن، ظالم و وحشی بود. پدرم آدم قمارباز بود. حتی زمانی که مادر من عروسی کرده بود با پدر کلانم قمار زده بود. رای دیگه بر جبران پول قمارش نداشت. به همین منظور پدر کلانم دخترش به پدرم به ازدواج داده بود. او زمان مادر پدرم زنده بود. او نمیخواست عروسش بدون ساز و آواز به خانه بیاره، در حالی که قرار بود دختر را به دست پدرم بسپارن، ولی مادر کلانم به اونا جشن ازدواج گرفتن و عروس را به خانه آوردن. با آن که پدرم خیلی مرد بی‌پروا بود، ولی در مقابل مادرش احترام خاص داشت. به همین منظور بود که پدرم را نگذاشت بعد از ازدواج قمار بازی کنه. ولی عمر مادر کلانم کم بود. دقیق یک سال بعد از عروسی پدر و مادرم فوت کرد و مرگ او نقطه آغاز تمام بدبختی های خانواده ما شد. پدرم بازم به عمق قماربازی و چرس کشیدن شد آمداد. خانواده ما بدبخت و بیچاره شد. شبا بیرون از خانه می رفت. وقتی که به خانه می آمد نشه می بود. یا چرس می کشید یا شراب می خورد. هر آنچه که از رای قمار به دست می آورد را شراب و چرس می خرید. بعض وقتا هم با رفیقای شب نشینی ها داشت که تا صبح خانه نمی آمد. مادرم می گفت که در اوایل عروسیش ای کارای پدرم خیلی برش سخت تمام شد و تمام شب گریه می کرد که با این فرد چطوری زندگی خود بگذرانه. او نگران آینده اولادایش بود. بعد از دو سال صاحب طفل شد. اولی دختر بود. انتظار می رفت دومی پسر باشه، ولی دومی هم دختر بود. سیومی اما پسر بود. ای دختر اولی که به دنیا آمد ما بودم. به گفته مادرم در او وقت نه لباس درست داشتم نه لوازمی که بتانم مرا با او بسته کنه و آرام بخوابم. با شیر مادرم حساسیت داشتم، ولی شیر خشک نبود که به ما بتن. به ای ترتیب طفولیت خیلی سخت داشتم. پدرم نگذاشت به مکتب برم. الان که تمام دخترای کوچه ما به مکتب می رفتن. پدرم گفت که اگر دخترم مکتب بره بیرا میشه. ولی امی که 15 ساله شدم مرا در قمار باخت. هرچی گریه کردم زاری کردم، ولی هیچ کس به حرفم گوش نداد. مرا به اون مرد نکاح کرد که پدرم مرا به او باخته بود. مردی که مرا به او نکاح کردن تقریبا 44 ساله بود. او مرا در نصف شب از خانه ما کشید. در حالی که گریه میکردم مادرم گفت مجبور استی که با او بری و تو دیگه زن او هستی و باید کنار او زندگی کنی. مرا به خانه شوهرم محمد علیم بردن. من مجبور شدم که او را به نام شوهرم قبول کنم. شوهرم در اوایل عروسی ما کنارم بود. با ما رابطه داشت. بعدا من مثل که اعضای خانوادهش می گفتن مرا نوکر اونا ساخت و شبها خانه نمی آمد. تمام خانواده اونا هر ظلمی که دلشان می خواست بالای من انجام می داد. شوهرم همیشه شب نشینی داشت. او شب نشینی های خود را با دوستاش سپری می کرد.
اولش قماربازی میکرد. بعد از او شراب خورده به خانه میامد. یا مره لطکوب میکرد یا آرام خواب میرفت. به فکر هیچ چیز نبود. بعد از دو ماه که من متوجه شدم باردار استم، یک شب در اتاق تنها بودم. ایور کوچکم به داخل اتاقم آمد. وقتی از او خواستم که بیرون بره نرفت. میخواستم چیغ بزنم ولی او گفت که اگر چیغ بزنی نام خودت بد میشه و برادرم بدون کشتن نمیمانید. ولی اگر بگذاری ما با تو بخوابم هیچ کس خبر نمیشه. فقط همی یک شب است. تمام میشه و بس. ما با شنیدن گپای او خیلی عصبانی شدم. میخواستم از اتاق فرار کنم ولی او مرا یک دفعی به زمین زد. دهان من محکم گرفت. هرچی میخواستم که از دستش خود من نجات بتوم نتانستم. او مرا نقش به زمین کرد. چند سیلی به من زد. گفت اگر صدایت بیرون بکشی میکشمت. مام نتانستم خود من از چنگش نجات بتوم. او مرا مورد تجاوز قرار داد و از اتاق برآمد. من گریه کردم. یک بار متوجه شدم که به حالت غیر نرمال مواجه شدیم. ضعف سرم آمد. چند ساعت به حال نیامدم. بعد از او وقت چشمایم را باز کردم نیمه شب بود. غرق در عرق و خون بودم. دردم به حد زیاد بود که تا صبح خوابم نبرد. صبح که شد بازم نتانستم از اتاقم بیرون شوم. یک حس خیلی بد داشتم. مادر شوهرم نزدم آمد. وقتی حالت ما دید وارخطا شد. دمو حالت ما مرا دشنام داد. بعدن گفت دختر خر چرا وقت برم نگفتی که اشتوکت مرده که یک دفعه اینجا نفست مبرامد. باز چی خاک به سر ما میکردیم. مادر شوهرم در امو حالت که از خونریزی زیاد چشمایم بسته میشد مرا نزد دکتر نبرد. میگفت دکترها بسیار سوال میکنن. او جواب برای سوالاشون نداره. برم داروی خانگی آورد. موره خوردم. کمی غذام خوردم و خوب شدم. با آن که به ایزودی خوب شدنی نبودم ولی از مرگ نجات یافتم. فکر کردم او کابوس هم او شب و روز بود. تمام شد. شوهرم که به خانه آمد مادرش برش گفت که زنت کودکت کشت. او هم مرم مورد لطکوب قرار داد و گفت تو چی حق داری که طفل مرا بکشی؟ من چیز گفتن هم میتانستم که چی اتفاق برم افتاده. اونا فکر کردن قصدن چیز سنگینی را بلند کردیم و باعث سقط طفلم شده. خاموش ماندم و ای خاموشی مرا بیشتر رنج میداد. تقریبا یک ماه از اون موضوع گذشت. فکر کردم کابوس بود و باید فراموشش کنم. ولی یک ماه بعد از او بازم ایوارم داخل اتاق شد. بازم خودم نجات داده نتانستم. دیگه کسی نبودم که شوهرم به حرفم باور کنه. میترسیدم مرا نکشه. هر چیزی که بود به خاموشی تحمل میکردم. یک سال که گذشت رفت و آمد ایوارم به اتاق خوابم زیاد شد. از این مسئله پسر کلان شوهرم خبر شد. یک شب او هم نزدم آمد و گفت امرای کاکایم خو خوب ساعت تیر است. تو خوب بیاز و بیعیاستی. یک یا دو نفر برات فرق نمی کنه. پس دل مرم خوش بساز. من کوشش میکردم که ددام پسر شوهرم نفتم. ولی او گلونم محکم فشار داد. گفت یا مجبور استی با ما بخوابی یا به همه میگم که تو امرای کاکایم رابطه جنسی داری. ما گفتم هیچ کدام تانا نمیخوایم. او هم به زور و کار با من انجام داد. از تو خوب به جای مادرت هستم. نباید این کار بکنی. پسر شوهرم خندید و گفت مادر و او هم 10 سال کوچکتر از خودم. هیچ رای فرار نداری. او هم بر من تجاوز کرد و ما بازم خاموش ماندم. حالا دیگه هیچ رای فرار نداشتم. این وضعیت تا 2 سال دیگه هم ادامه داشت. تا می 3 سال بعد از عروسی خانه پدرم نرفته بودم. با آن که از پدرم نفرت داشتم ولی بر فرار از دست این وحشی ها با شوهرم گپ زدم که فقط یک بار مرا اجازه بده که به خانه پدرم برم. او قبول کرد. مرا روان کرد به خانه پدرم که حداقل یک هفته اونجا باشم و دوباره برگردم. من پلان داشتم از خانه پدرم بگریزم و به اوزه رفته شکایت کنم. ولی وقت به خانه پدرم رفتم یک روز بعد از او خبر شدم که پدرم خواهر کوچکم هم در قمار باخته. او رام به یکی از مردای میانسال باخته بود. به همین سبب من عصبانی شدم به پدرم گفتم که نمیتونی کار انجام بدی. او مرا پس زد و گفت به تو غرض نیست دختر. او دختر دختر خودم است. دلم که به هر کس میتومش. به تو چی؟ ما عصبانی شدم از روی حویلی خشت گرفتم و به سر پدرم زدم. پدرم همونجا افتاد و از سرش خون آمد. چند دقیقه اصلا او را دست نزدیم.
بعد از او مادر موره گرفته نزد دکتر برد، ولی امی که 5 دقیقه از رسیدنش در شفاخانه گذشت به خاطر خونریزی زیاد جان داد. مرا به جرم قتل پدرم به زندان بردن، ولی خسرانم به مسئولین مربوطه پول رشوه دادن و مرا دوباره آزاد کردن. اونا مرا به خانه خودشان بردن. من دیگه جرأت ایره پیدا کرده بودم که قتل انجام بدم. به همین سبب یک شب که شوهرم نشه بود، تفنگچی او را از جای خودش گرفتم، نزد خودم نگه داشتم. گفتم از ایوار و پسر شوهرم هر کدامشان که بار دیگه به اتاقم آمدن، من اونا را میکشم و ازشان انتقام میگیرم. پسر کلان شوهرم دیگه به اذیت کردنم نامد، ولی ایوارم بازم نیمه شب که شوهرم نبود به اتاقم آمد. من آیسته تفنگچه را گرفتم و ده عصبانیت زیاد بالایش فایر کردم. همه صدای فایر تفنگچه را شنیده بودن. رای فرار نداشتم. حوزه بازم خبر شد. به خانه اونا آمدن. حالا دیگه خسران ما هم میخواستن که مرا بکشن و جزا بدن. ولی قبل از او پلیس رسید و من اعتراف به جرمم کردم. اونا مرا قید دادن. گفتم هیچ وقت مرا آزاد نکنین. همینجا در قید و زندان راحت است. مرا محکوم به مرگ 2 نفر کردن. 25 سال قید برم برآمد. در این مدت متوجه شدم که بازم باردار هستم. نمیفهمم که طفل از کی بود. ولی او را نگه داشتم. به دنیا آوردمش. دمی زندان است. حالا 4 ساله شده. با وجود که به آینده خودم چندان امید ندارم، حتی فکر نمی کنم مادر خوب شده بتانم، چون ممکن او ناجایز باشه و همه او را حرامزاده صدا کنن. اما بازم به خاطر آیندهش نگران استم. پایان داستان.